سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحمد الله و المنه موفق شدیم در جلسات گذشته راجع به مقام حضرت زهرا در بعضی از کتب آسمانی، رابطه حضرت با بعضی از انبیاء گذشته، فضائل مبارک حضرت در قرآن کریم سخن رو در حد جلسه خودمون تمام کنیم، گرچه گفت که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنند سرانگشت و صفحه بشمارند. از اون طرف هم شاعر دیگری گفت که آب دریا را اگر نتون کشید پس به قدر تشنگی باید چشید. اینها این جلسات فقط در حد این است که ما بتوانیم خودمون رو متبرک کرده باشیم به نام حضرت زهرا سلام الله علیها و انشاءالله امید داشته باشیم به شفاعتشون روز قیامت. به همین مقدار که به یاد حضرت بوده ایم و به یاد حضرت افتاده ایم، انشاءالله از ما قبول کنن. انشاءالله تو این جلسه امروزمون قصد داریم که مقداری از فضائل حضرت زهرا رو از زبان پیغمبر اکرم برای شما عزیزان بیان کنیم. من حالا نمیدونم که تو این جلسه فرصت میشه که بیشتر از یک فضیلت رو بیان کنم یا نه، اما همین یک فضیلت رو یه مقدار میخوایم بازش کنیم. معروف است این حدیث بین شیعه و سنی و هر دو به طرق خودشون و روات خودشون و راویان حدیث خودشون رسنده اند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند فاطمه سیدت نساء العالمین، فاطمه بزرگ و سرلوحه زنان عالمین است. عالمین هم یعنی تمام کسانی که خدا خلقشون کرد. لذا تو بعضی از روایات اضافه هم داره این روایت که من الاولین و الاخرین، یعنی عالمین یعنی تمام کسانی که خدا خلق کرده از گذشتگان تا آیندگان. تو سوره هم میخونیم الحمدلله رب العالمین، خدا رب خلق شدگان است، رب کسانی است که خلقشون کرده، این پرورش دهنده شونه. پس عالمین یک کلمه ایست که وقتی بر کل افرادی که غیر از خدا هستند اطلاق میشه میخوان اسم اونها رو بگن، میگن عالمین. حالا زنان عالمین یعنی زنان تمام آفریده شده ها، بزرگشون کیست؟ حضرت زهرا. لذا در اینجا صحبت‌های بسیاری به میان آمده، از جمله این که خداوند متعال درباره حضرت مریم در قرآن کریم این گونه فرموده که اذ قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین، ای مریم خدا تو را برگزید
و خدا تو را پاکیزه کرد و برگزیده شدن تو برای کیاس، یعنی تو از بین کیا برگزیده شدی؟ از بین زنان عالم. توجه به این آیه و اون فرمایش پیغمبر بالاخره باید نتیجه ای بگیریم. مریم بزرگ زنان عالمین است یا حضرت زهرا سلام الله علیها بزرگ زنان عالمین است؟ در این مرحله بزرگان از علما سخنهای مختلفی به میان آوردند، چه از بین شیعه و چه از بین اهل سنت، و جالب اینجاست که هیچ کدوم نتیجه نگرفتن که مریم بزرگتر و مقامش بالاتر و عالیتر از حضرت زهرا باشه، گرچه مریم کبرا قدیسه است، با فضیلت است، پاک دامن است، خدای متعال دامن او را از هر پلیدی پاک کرده، اما زیباست جمله ای که امام صادق علیه السلام در جواب کسی که از حضرت پرسید آقا جان مریم بزرگ زنان عالمین است یا مادرتون حضرت زهرا سلام الله علیها، ظاهرا اون سوال کننده مفضل ابن عمر است، راوی روایت محمد ابن سنانه، میگه مفضل خودش گفت. این روایت رو مرحوم بحرانی در عوالمشون جلد 11 صفحه 46 و صفحه 49 آورده اند که مفضل گفت به امام صادق عرض کردم اخبرنی عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله فی فاطمه، خبرم بدید از قول پیغمبر درباره حضرت زهرا که ایشون فرمودن انها سیدت و نساء العالمین، فاطمه بزرگ زنان عالمین است. اهی سیدت و نساء عالمه ها، آیا او بزرگ زنان زمان خودشه؟ فقط حضرت فرمودن که ذاکل مریم، این جور که تو داری فضیلت رو درست میکنی، این جور فضیلت مال مریم است. کانت سیدت و نساء عالمه ها، مریم بزرگ زنان عالم و زمان خودش بود، ولی فاطمت و سیدت و نساء العالمی من الاولین و الاخرین، مادر من فاطمه بزرگ زنان عالمین است، یعنی حتی بزرگ مریم هم به حساب می آید از اولین تا آخرین. باز مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه روایتی رو در بهار الانوار جلد 43 صفحه 49 نقل می کنند که پیغمبر اکرم فرمودند فاطمه سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، و دنبالش زیباست. تا اینجا شو همش گفتم از اول جلسه تا حالا. فرمودن و انها لتقوم فی محرابها، الله اکبر، فاطمه من در محرابش که به عبادت می ایستد، فیسلم علیها 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک از ملائکه مقرب درگاه خدا، نه همشون، چون ملائکه هم بینشون درجات هست، اونها میان به فاطمه سلام میکنن و ینادونها بما نادت به الملائکه و مریم، و با او به سخن میآیند و همون جملاتی که ملائکه به مریم میگفتند را به فاطمه من میگویند. پس میگویند فیقولون یا فاطمتو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، خدا تو را برگزیده و خدا تو را پاکیزه کرده و برگزیده زنان عالم قرار داده. در روایت دیگری که در جای دیگر میدیدم هست که وقتی حضرت زهرا به عبادت میایستند، این روایتو از پیغمبر حتی اهل سنت نقل کردند، وقتی به عبادت می ایستد خدای متعال
رو می کند به ملائکهش، میگه یا ملائکتی انظروا الی امتی، ای ملائکه من نگاه کنید به کنیز من فاطمه، کیف تفرقت لعبادتی، چگونه خودش رو فارغ از همه چیز کرده در وقت عبادت من و توجه به من، گویا دیگه به هیچ چیزی توجه ندارد، اون چنان محو شده در ذات من. لذا جا دارد که او بزرگ زنان عالمین باشد. خدا به مریم قدیسه وقتی میخواد حضرت عیسی رو به دنیا بیاورد چی میگه؟ میفرماید که ای مریم برو از خانه من بیرون، از بیت المقدس برو بیرون، برو بیرون از بیت المقدس وضع هم کن. اما حضرت زهرا سلام الله علیها پاک و پاکیزند. حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از اوصافشون و القابشون بتول است، و بتول یعنی این که این بانوی بزرگوار از هر آلودگی که زنها چه بسا به اون مبتلا شوند پاک و پاکیزه هستند. خب این تا اینجای مطلب، و حالا حرفهایی بعضی از دانشمندان اهل سنت زده اند که حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه از مریم قدیسه بالاترند. ارجاع میدیم شما رو اگر اهل تحقیق هستید خودتون به اون مطالب انشالله مراجعه خواهید کرد. مرحوم سید شرف الدین رحمت الله علی می فرماین که بعضی از محققین اهل سنت مثل تقی الدین سبکی، جلال الدین سیوطی، زرکشی، مقریزی، ابن ابی داوود، اینها در کتابهایی که از خودشون به جا گذاشته اند همه گفته اند که فاطمه زهرا سلام الله علیها از همه زنان حتی مریم مقامش بالاتر و برتر است. و ما حالا خیلی با اونها کار نداریم. یک ست و حدیثی مرحوم بحرانی در عوالمشون نقل کردن، من این سه حدیث رو تیمنن و تبرکن خدمتتون بخوانم و مجلس امروز رو خاتمه بدیم. اولین حدیث رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند مرحوم بحرانی در عوالم، که شخصی میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام قول رسول الله فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه، فاطمه بزرگ زنان بهشت است. از سیدت و نساء عالمها، آیا بزرگ زنان عالمشه؟ حضرت می فرماین ذاک مریم، اون مریم بود، فاطمه بزرگ زنان اهل جنت است. که این روایت با قبلی فقط توی همین جمله فرق داره که اونجا عالمین بود اینجا اهل جنت از اولین تا آخر. دومین روایت پیغمبر اکرم فرموده ان الحسن و الحسین خیر و اهل الارض بعدی و بعد ابیهما و امهما افضل نساء اهل الارض، حسن و حسین بهترین مردم بعد من هستن و بعد مادر و پدرشون و مادرشون بهترین زنان زمین است. و سومین حدیث این که پیغمبر فرمودن آسیه همسر فرعون، مریم دختر عمران، خدیجه همسر من، همه این سه بزرگوار که بزرگ زنهای عالمند یمشین امام فاطمه، روز قیامت جلوی حضرت زهرا می روند مثل حجاب حضرت زهرا. خدایا به ما توفیق معرفت و شناخت این خانواده رو عنایت بفرما، و توفیق این که ما هم گوشه ای از عمل کرده حضرت زهرا رو بتونیم داشته باشیم تا خودمون رو شبیه به حضرتش کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله العظیم و بحمده، سبحان الله العظیم و
ولا حول ولا